به نام خداوند بخشاینده و مهربان و سلام و عرض ادب خدمت تمامی شما بینندگان عزیز تلویزیون اصلاح. دوستان گرامی، به برنامه آیین زندگی خوش آمدید. در برنامه امروز آیین زندگی جناب استاد محمد ابراهیم یوسفی مهمان برنامه ما هستند و با ایشان پیرامون ازدواج، جایگاه و اهمیت ازدواج، حکمت ها و فلسفه ازدواج از دید قرآن و سنت و همچنان در مهمترین موردی که با جناب استاد صحبت میکنیم، راه های آسانسازی ازدواج و اهمیت و جایگاه ازدواج آسان و ازدواج که مصارف و هزینه هایش کم باشه. به همین منظور از جناب استاد دعوت کردیم و ایشان خوشبختانه تشریف آوردن در استودیو با ما هستند. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خیلی خوش آمدیم به برنامه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر. من هم به نوبه خود سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان گرامی رسانه کوشای اصلاح و امیدوارم که در هر گوشه ای از کشور و بیرون از کشور قرار دارن انشالله که صحتمند و سالم باشن. ممنون از شما جناب استاد. همون قسمی که من در مقدمه برنامه خدمت بیننده های عزیز اشاره کردم، موضوعی که قرار خود شما امروز روی ازش صحبت بکنیم در مورد ازدواج و جایگاه ازدواج، و بیشتر تمرکز ما شما در برنامه امروزی بیشتر اینه که راه های آسانسازی در ازدواج، چی مواردی انسان باید در نظر بگیره که ازدواج آسان بشه یا آسان بسازه ازدواج را. حالا در ابتدا اگر پیرامون خود ازدواج یک صحبت های داشته باشین، تعریفی از ازدواج داشته باشین و جایگاه و اهمیت ازدواج را خدمت بیننده های عزیز شاهد داشته باشین. تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بخوایم ازدواج را یک تعریف مختصر و جامع داشته باشیم، ازدواج تعهد و پیوندی است که دو انسان یا دو جنس به اصطلاح مخالف، زن و مرد، با همدیگر میبندند برای طی یک مسیر طولانی در زندگی خود و برای اهداف مقدس و مبارکی که دو طرف برای خود تعیین کردن و اهدافی که در واقع اونها رو به کمال میرسانه، و بدون حرکت به سوی این اهداف همانا زندگی انسان به طرف کمال نمیره و انسان به کمال نمیرسه. درست. این میتونیم بگیم یک تعریف مختصر و جامعی از ازدواج میباشه. و اگر در رابطه به خود جایگاه ازدواج در زندگی بشر ما اشاره داشته باشیم، خب از زمان حضرت آدم علیه السلام تا به امروز نسل انسان‌ها که تکثیر کرده، یکی از عوامل عمده و مهم و قوی از او همانا مسئله ازدواج و پیوند بوده که انسان‌ها در کنار همدیگر و با همدیگر داشتن. و اگر به طور کل در رابطه به جایگاه ازدواج در ادیان سماوی و غیر سماوی خواسته باشیم که نظر به اندازه می‌بینیم که همه ادیان به این موضوع توجه کردن و این یکی از جمله و مهمترین برنامه‌های کاری خود دانستن، و رسالت همه انبیا علیهم السلام همی بوده که برای انسان بیاموزانن و بفهمانن که به چه شکلی و به چه طریقی باید این پیوند صورت بگیره تا ای که به مو اهداف بالایی که خداوند متعال انسان رو برای از او آفریده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان به او دست پیدا بکنه. و ما در هیچ آیینی از آیین انبیا علیهم السلام نداریم که به این موضوع توجه نشده باشه، یا اگر توجه شده کمتر و کمرنگ توجه شده باشه، بلکه ببینیم که در تعالیم همه انبیا علیهم السلام به این موضوع به شکل بسیار پررنگی توجه شده و به او ببینیم که اهمیت دادن، به استثنای یک دو موردی که ما در تاریخ داریم که متاسفانه پیروان بعضی از انبیا علیهم السلام یا پیروان بعضی از ادیان به خاطر انحرافی که از اصل دین خود و عقاید و باورهای دینی خود داشتن، این موضوع رو میبینیم که به بیراهه میکشنن و به مسیر انحراف از اون میبارن. چنانچه در بین راهبان مسیحی این اصل هست که هر کس میخواهه به خدا برسه و تقرب الالله رو حاصل بکنه، باید که از پدیده ازدواج دوری بکنه و خود مجرد نگه بداره، و مجرد بودن به پیش از اونا یک کار مقدس محسوب میشه. درست. حالا که ما اگر وقت دقت بکنیم میبینیم که چه یک آثار بد و نتایج به اصطلاح بدر از خود بر جای گذاشته، و پیامدهای از رو شما امروز از طریق رسانه ها میشنویم، در کلیساهایی که اونها دارن چه فجایعی که امروز انجام نمیشه و صورت نمیگیره، تجاوزهای جنسی
به کودکا، به جوانها، به نوجوانها و حتی متاسفانه مسائل زنا در داخل کلیساها از اونا. و اگر این موضوع رو بیایم واقعی بکنیم و بررسی بکنیم، برمیگردیم به همی که متاسفانه در قضیه ازدواج اهمال کردن، راه تفریط متاسفانه پیش گرفتن و نهایتا میبینیم که منجر به چی؟ یک فساد بزرگ اخلاقی شده. درست. اما در دین مبین اسلام برعکس از این میبینیم که قضیه ازدواج و موضوع ازدواج در اصل برنامه های خود و در صدر و در بالای برنامه های خود قرار میده و ازدواج جزء عبادت محسوب میکنه، چنانچه در حدیث از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم داریم که فرمودن، در حدیث فرمودن که من تزوج فقط استکمل نصف دینه، هر کس که ازدواج میکنه همانا نصف دین خود را کامل کرده. یعنی شما در نظر بگیریم یک چیز فیصدی صد، شما در نظر بگیریم 50% کمال دین و ایمان انسان وابسته و گره خورده به قضیه ازدواج انسان. درست؟ و فرمودن که فلیتق الله فی النصف الاخر، در نیمه دیگه از خداوند متعال تقوای الهی پیشه بکنه، از خدا بترسه و به وسیله تقوا نیمه دیگر دین خود را به پایه کمال برسونه. به طور مجموع اگر در از دیدگاه قرآن کریم جایگاه و اهمیت ازدواج را خواسته باشیم ما بررسی بکنیم، به نتیجه میرسیم که در قرآن کریم سوره های مختلف ما داریم به این موضوع میبینیم که اهمیت داده. سوره مبارکه بقره که دومین سوره قرآن کریم هم هست و آیات زیادی در خود احتوا کرده و در خود داره، یک قسمت و عمده و اعظم از این سوره تعلق داره به قضایای خانواده. سوره مبارکه آل عمران که در واقع بعد از سوره مبارکه بقره دومین سوره قرآن کریم است، یک قسمت و عمده آیات عظیم تعلق داره به قضایای خانواده و مسائل نکاح و طلاق و این گونه مسائل. و سوره بعد از او که در واقع سوره نساء که او هم یکی از طولانی ترین سوره های قرآن کریمه و سوره که به نام خانم ها و به نام زن ها نام گذاری شده که یک جایگاه زن و مقام زن رو خداوند متعال میخواد بالا ببره و برای ما شما نشون بده. در این سوره هم خداوند متعال به گونه های مختلف میبینیم که به قضیه نکاح و ازدواج به اصطلاح اشاره کرده و فرمان های ارسال کرده، حتی فرمان های اکید و پر رنگ خداوند متعال در این آیه میبینیم که صادر میکنه. و به این ترتیب سوره دیگه داریم، سوره طلاق به این موضوع اشاره شده و در سوره های دیگه قرآن کریم به خصوصا سوره های مدنی الله متعال به اشکال مختلف میبینیم که به این موضوع اشاره میکنه و اهمیت از این موضوع برای ما و شما میفهمونه و برای ما و شما این چیز رو خداوند متعال بیان میکنه که این موضوع چقدر با اهمیت تا ای که ما در قسمت از این کوتاهی نکنیم، قفلت نکنیم و خدای نکرده بی توجهی از خود نشون ندیم. به طور نمونه اگر ما آیات از قرآن کریم اشاره بکنیم، در سوره مبارکه نحل خداوند متعال ازدواج را یک امر فطری معرفی میکنه، والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، خداوند متعال از شما یا از وجود شما برای شما چیکار کرد؟ ازواج الله متعال آفرید، والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، خدا قرار داد از نفس خود شما برای شما خانم های و جعل لكم من ازواجكم بنین و حفده، و از نتیجه انمی پیوند و یک جا شدن مرد و زن خدای تبارک و تعالی چکار کرد؟ اولاد و نواسه های رو برای شما خلق کرد. و در جای دیگه از قرآن کریم خداوند متعال به این موضوع ای رقم اشاره میکنه، و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا، الله او ذاتیه که از آب بشر را آفرید و از همه بشر باز خداوند متعال نسب های ایجاد کرد و از همین نسب ها باز خدای تبارک و تعالی قوم خیش های پدید آورد، یک زندگی اجتماعی در میان انسان ها الله متعال به وجود آورد و کان ربک قدیر و پروردگار بر انجام هر کار قدیر و توانا می باشه. فراموش نکنیم که از دیدگاه قرآن کریم قوی ترین غریزه غریزه شهوت است. یعنی انسان غرایز مختلفی برای تکامل خود داره و خداوند متعال این غرایز در وجود انسان نهادینه کرده تا به پایه کمال برسه. اما طوری که خوردن یک غریزه است، نوشیدن یک غریزه است، خواب شدن یک غریزه است، خواستن و چیزهای تمایلاتی که انسان در زندگی خود داره، اما قوی ترین غریزه در وجود انسان غریزه شهوته. درست. که باید ای به شکل صحیح و درست از او اشباع بشه
و به ندای غریزه شهوت باید لبیک گفته بشه، که اگر خدای نکرده لبیک گفته نشه درست و درست مدیریت نشه، میتونه که برای انسان دردسر خلق بکنه، میتونه که فساد بیافرینه، میتونه مشکلات عدیده روحی، روانی و جسمی و استرابات و ناامنی ها در زندگی انسان ها به وجود بیاره. آنچنان که ما و شما امروز شاهد از او در جهانی که زندگی میکنه متاسفانه هستیم که با نبود یا با کم رنگ شدن برنامه ازدواج و خصوص در دنیای غرب که به این موضوع کمتر توجه شده و متاسفانه از راه‌های غیر مشروع و نامشروع از خودخورداران اشباع میکنن، ببینیم که مهمترین چیزی که صدمه دیدن و مهمترین ضربه مهلکی که بر پیکر جامعه از نوارد شده همانا نابود شدن کیان خانواده میباشه. وقتی در یک جامعه خانواده اساس ندشت، خب واضحه که او جامعه باز به طرف انحلالات روحی و روانی و اخلاقی روان می باشه. و اهمیت ازدواج به اندازه است که خداوند متعال تشبیه بسیار جالب مرد و زن می کنه. شما در نظر داشته باشیم که وجود ما انسان ها، جسم ما انسان ها به گونه خداوند متعال را آفریده که باید محافظت بشه. لباس یکی از وسائلی که میتونه این جسم ما از آسیب دیدن امراض و آسیب دیدن آفات در امان نگه بداره. مثلا شما اگر دقت بکنیم در بهار، در تابستان، در زمستان و در خزان، هر یک از فصلها انسان باید لباس بپوشه. درست شد؟ در بهار هم بالاخره مو طبیعت خودخور داره که همون لباس با مو مطابق با مو هوای از در تابستان به می ترتیب، در زمستان به می ترتیب. و نبود لباس گفتم میتونه که برای انسان مشکلات زیادی خلق بکنه و انسان را در معرض نابودی قرار میده. به ترتیب که خداوند متعال زن و مرد را تشبیه میکنه به هم دیگر، که اگر بخوایم به کمال برسیم ما ناگزیریم که بعد به این چیز توجه داشته باشیم. هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، اونها برای شما لباسن و شما برای از اونها لباسیم. پس بنابر این کمال زن وابسته به مرد و کمال مرد وابسته به زن میباشه، یا بقای هر دو در واقع تعلق به هر دو داره، که این وقتی در کنار هم دیگر قرار گرفتن باز واضحه که اینها میتونن به کمال برسن. به همین ترتیب دستور خداوند متعال در قرآن کریم به شکل عقیده، یعنی متعال که الله متعال به نماز دستور عقید میده، به روزه به همین ترتیب، در رابطه به حج، در رابطه به جهاد، در رابطه به زکات دستورات عقید و صریح خداوند متعال نازل میکنه. موضوع ازدواج هم به همین ترتیب، و انکحل ایاما منکم، شما به نکاح دهید مردهای مجرد و زنهای مجرد یا مجردهایتان را، که شامل زن و مرد میشه. و به اندازه این امر خداوند متعال گسترده است که شامل تمام اقشار جامعه میشه، شامل انسانهای فقیر هم میشه، شامل حتی انسانهایی که در بند قرار دارن، اونهایی که غلامن یا اونهایی که کنیزن که در خدمت به اصطلاح دیگرها قرار دارن. حتی خداوند متعال میفرماید که همونا هم فراموش نشه، چرا؟ چون اونا هم انسانن، طبیعت خود خور دارن و باید به همو خواسته غریزه شهوانی از اونا لبیک گفته بشه و زمینه ازدواج از اونا هم باید فراهم بشه، که اگر این کار نشه خب اونا هم انسانن و طبعا وقتی که به این چیز توجه نشه خب احتمال داره که اونا هم به طرف فساد کشیده بشن و به طرف فساد خدای نکرده روان بشن. و به همین ترتیب دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برای جوانها است: یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، ای گروه جوانها اگر توانایی ازدواج داریم ازدواج بکنیم. وقتی که یعنی شما به همون سن میرسیم که باید به غریزه شهوانی خود خو لبیک بگیم و غریزه شهوانی خود خور باید اشباع بکنیم، اولین کاری که میکنیم ازدواج بکنیم. در صورتی که زمینه ازدواج برای شما فراهم نبود، شما از وسیله دیگری برای آرام کردن خود به نام روزه استفاده بکنیم. چرا؟ چون روزه میتونه که همو غریزه جنسی یا قوای جنسی انسان رو تضعیف کنه و او تحت کنترل انسان قرار بده. و گفتیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به اندازه امر ازدواج پررنگ بیان میکنن، و چیزی هم جلوتر گفتم که در اسلام ازدواج تقرب به خداوند متعال است. پیامبر میفرمایه که من تزوج فقط استکمل نصف دینی، هر کس که ازدواج بکنه نصف دین خود رو کامل کرده. فلیتق الله فی الاخر، پس در نیمه دیگه تقوای خداوند متعال پیشه بکنه تا اینکه هم از لحاظ مادی هم از لحاظ معنوی به اوج کمال برسه. پس ازدواج در واقع از دیدگاه همه ادیان به طور کل و از دیدگاه دین مبین اسلام تقرب به خداوند متعال، وسیله کامل شدن انسان در زندگی میباشه، که انسان بدون از این
در واقع میتونیم بگیم که نسل از او در معرض انقراض قرار میگیره. ممنون از شما جناب استاد. به موارد بسیار ارجنده‌ای در مورد جایگاه و اهمیت ازدواج اشاره کردیم و همچنان گفتیم که در مورد دستور مستقیم قرآن کریم در مورد ازدواج و گفتیم که ازدواج یک امر فطریه و نیاز بشری و باید این امر انجام بشه. مثلا در قسمت ازدواج میبینید وقتی شخص ازدواج میکنه اون ازدواج رو علنی میکنه و اطرافیان به خوشی و شادی از اونها اشتراک میکنن. بله. اما خدا این خواسته اگر طریق نامشروع باشه میبینید که دو طرف حتی در دنیای غرب هم دو طرف تا حدی تلاش میکنن که در اوج ناامنی قرار بگیرن. بله دقیقاً. و تلاش میکنن که اون رابطه رو پنهان نگاه بدارن. حالا با این همه جناب استاد فلسفه و خود حکمت ازدواج چیست که قرآن کریم و همچنان احادیث پیامبر علیه السلام اینقدر تاکید کرده و مهم پنداشته و همچنان با وجود که امر فطریه چه حکمتی داره ای که خداوند این امر یا این امر فطری یا این نیاز رو در وجود انسان گذاشته؟ تشکر از شما. اگر در رابطه به فلسفه و حکمت ازدواج خواسته باشیم که اشارات داشته باشیم میتونیم به چند موضوع اشاره بکنیم. یکی که ازدواج امر خداوند متعاله. درست. چون خدای تبارک و تعالی گفتم همونطوری که مجرد تر اشاره کردم هم سوره های رو گفتم هم آیات رو در این رابطه پروردگار نازل کرده و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و ایمایکم در سوره مبارکه نور خداوند متعال آیات پشت سر هم در این رابطه نازل میکنه. دیگه که یکی دیگه از حکمت های ازدواج لازم معنوی اگر از دید معنوی نگاه بکنیم اصول اجر و ثواب است. یعنی به وسیله ازدواج انسان میتونه که اجر و ثواب و پاداش از نزد خداوند متعال کمایی بکنه. همونطوری که ما در عرصه عبادات در میدان عبادات میبینیم در مثلا نماز میخوانیم تا اینکه هم امر خدا رو بجا کرده باشیم هم ثواب به دست بیاریم، روزه میگیریم تا اینکه هم امر خدا رو بجا کرده باشیم هم مزد و ثواب و پاداش به حساب به دست بیاریم، هم لحاظ جسمی خودخور صحتمند بکنیم. به می ترتیب حج هم بالاخره فلسفه خودخور داره. پس یکی از فلسفه ها و حکمت های ازدواج در اسلام اینه که ما به وسیله از این کار خیر و کار مبارک اجر و ثواب را از جانب خداوند متعال کمایی میکنیم. چنانچه در حدیث نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وقت بحث ثواب ها رو مطرح کردن که این کار انجام بدیم ثواب گفت نمیتونم، این کار رو انجام بدیم ثواب گفت نمیتونم، چون به خاطر نبود همو امکانات. بعد پیامبر علیه السلام باز همو راه های خیر برشمردن کن این کار مثلا شما اگر ناله بکنیم خداوند متعال این ثواب برای شما میده، اگر شما راه هموار بکنیم خداوند متعال این ثواب برای شما میده، اگر موانع از سر راه انسان ها برداریم خداوند متعال این ثواب برای شما میده و اگر این توانایی رو نداریم شما بالاخره تسبیح بگیم تحمید خداوند متعال تحلیل بکنیم الله اکبر بگیم الحمدلله بگیم و همه از اینا خدای تبارک و تعالی بر شما ثواب میده. و در اخیر فرمودن و فی بضع احدکم صدقه، حتی در همبستری همسرانتان برای شما صدقه میباشه. صحابه گفت ای رسول خدا آیا یکی از ما شهوت خود خور ارضا میکنه و با همسر خود همبستر میشه در این ثواب است؟ پیامبر علیه الصلاه و السلام گفتن که اگر همیر از راه نامشروع انجام بده آیا برزو گناه نیست؟ گفتن بله. گفتن پس وقتی که از راه مشروع انجام بده بری از او ثواب محسوب میشه. و دیگه ای که رسیدن به آرامش، رسیدن به آرامش همانا از چینر ازدواج میشه. آرامش گمشده بشره و همه انسان ها در پی آرامشن تا اینکه انمو گمشده خود خور به دست بیارن. بنابراین اسلام هم آمده تا اینکه به زندگی انسان ها آرامش بیاره و یکی از راه هایی که اسلام پیشنهاد میکنه برای رسیدن به آرامش درست اینه که ما ازدواج بکنیم. الله متعال میفرمایی و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، از جمله آیات دال بر وجود خداوند متعال در این کائنات که اگر میخوایم خدا رو بشناسیم اینه که الله متعال برای شما از وجود خود شما زنهای را آفریده است. درست. تا لتسکنوا الیها، تا اینکه شما در کنار از اون آرام بگیریم، زن در کنار شما آرام باشه و شما در کنار زن به آرامش برسیم. این یک چیز تجربه شدهه و بشر امروز به این نتیجه علارغم اونهایی که از دین فاصله دارن و با دین سر ستیز دارن اونا هم نیز به همین چیز امروز اعتراف میکنن که یگانه چیزی که میتونه یا از جمله چیزهای مهمی که میتونه انسان رو به آرامش برسانه همانا مسئله ازدواج میباشه. و به این ترتیب حاصل شدن عفت، عفت و پاکدامنی، چیزی که شما جلوتر اشاره کردیم در غرب متاسفانه امروز این چیز نیست. در بعضی از کشورهایی که متاسفانه به طرف انحراف رفتن میبینیم که این چیز نیست و ولی در اسلام این بسیار بسیار مهمه که انسان و مؤمن و مسلمان باید دارای عفت باشه
و یکانه وسیله که میتونه عفت انسان رو حفظ بکنه همانا امر مشروع ازدواج میباشه. و دیگر جمله حکمت های از اون حاصل شدن نعمت اولاد میباشه. اولاد شیرینی زندگی انسانه. با نبود اولاد انسان در زندگی خود خیلی احساس کمی میکنه. با وجود اولاد در انسان در زندگی انسان یک احساس آرامش و احساس خوشی میکنه. بنابراین یگانه رایی که میتونه ما رو به این هدف برسانه که ما دارای اولاد بشیم و از اولاد خود در زندگی بهره ببریم و این اولاد فردا عصای دست ما باشه و این اولاد فردا ادامه دهنده راه ما باشه و این اولاد فردا ادامه دهنده نسل بشر در روی زندگی باشه، همانا به وسیله این سنت ازدواج میتونه که میسر بشه و بقای نسل هم در واقع وابسته به ازدواج است. درست. این از راه های نامشروع و خلاف ازدواج هیچ امکان نداره که نسل انسان ها ادامه پیدا بکنه. یکانه راهی که میتونه تضمین بکنه ادامه نسل بشر تا روزی که خداوند متعال خواسته که روز قیامت باشه، همانا مسئله همی سنت ازدواج میباشه. و به این ترتیب ایجاد یک خانواده مسلمان، جوامع انسانی، جوامع کلان انسانی در واقع متشکل از خانواده ها میباشه. درست شد؟ ما زمانی میتونیم یک جامعه کلان تشکیل بدیم که جوامع خرد خود تشکیل داده باشه. هرگاه جامعه خرد که همو خانواده باشه تشکیل بشه، باز ما میریم به طرف همو جوامع کلان انسانی که در واقع خواست هر کشور و هر ملت همه میباشه. و دیگه اینه که زیاد شدن امت پیامبر صلی الله علیه و سلم یک دیگه از حکمت های ازدواج است. در حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن تزوج الولود الودود فإني مكاثر لكم الامم، که در الفاظ مختلف به الفاظ مختلف این حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده که شما ازدواج کنید با خانم هایی که اونها اهل محبت و اولاد برای شما بیارن. درست. به خاطر از اینکه ما به کثرت امت خود در روز قیامت افتخار میکنم. پس وقتی پیامبر علیه السلام این چیز رو گفتن، کمیت رو گفتن، بیام کیفیت رو ما بسازیم دیگه. درست شد؟ درست. یک کمیت هست یک کیفیته. او فراموش نکنه که باز اگر کمیت بود و یک کمیت کیفیت ندیش، باز ما به هدف نمیرسیم. پس بنابراین خیلی خوبه که اگر ما وقتی اولاد خود خور زیاد میکنیم به فکر تربیه و پرورش درست از اونها هم باشیم، نشه که خدای نکرده فقط زیاد بکنیم اما نه به درد خود بخورن و نه هم به درد جامعه انسانی بخورن. و نکته دیگری که هست اینه که سلامتی جسمی، روحی و اخلاقی انسان ها در گرو ازدواج می باشه. خیلی از وقتا شده که یک دختر مریض بوده یا یک پسر مریض بوده، اما با انجام ازدواج و با تشکیل خانواده میبینیم که مشکلات جسمی از اونا برطرف میشه. یه چیز تجربه ثابت کرده، علم هم یه چیز ثابت کرده. یکی از راه‌های سلامتی انسان‌ها در واقع برمیگرده به موضوع ازدواج. و به این ترتیب هم لحاظ روحی و اخلاقی، یعنی یکی از حکمت‌های ازدواج همینه که انسان را از لحاظ روحی و اخلاقی میسازه و همو دقدقه ها و استرابات روحی و فکری که در انسان به وجود میایه میتونه که به وسیله ازدواج انشاءالله اینا برطرف شه و از بین بره. و آخرین نکته ای که من بو اشاره بکنم در رابطه به حکمت ازدواج از دیدگاه دین مبین اسلام، حاصل شدن غنا و ثروت و سرمایه میباشه. شما در نظر داشته باشین پسر و دختری که تازه ازدواج میکنن، تشکیل خانواده میدن، در ابتدای امر خیلی از جوانهای ما بودن که در ابتدای امر با مشکلات عدیده اقتصادی دست پنجه نرم کردن. درست. و دوچار مشکلات عدیده اقتصادی بودن. اما وقتی که ازدواج از این صورت میگیره، تشکیل خانواده میدن و در کنار همدیگر قرار میگیرن، چگار میشه؟ در اینجا که قبلا یک نفر بودن، حالا دو نفر شدن. خداوند متعال روزی از اونها به اندازه دو نفر نازل میکنه و برای از اونها روزی میده. بعد اگر در اولاد میه با سه نفر میشن، با چهار نفر میشن، به هر ترتیبه که تعداد از اینا زیادتر میشه، پروردگار به همون اندازه باز رزق و روزی بر از اونها
زیاد میکنه. چه بسا بودن جوانهایی که چه دختر چه پسر در ابتدای عمر یا قبل از ازدواج دچار خیلی از مشکلات اقتصادی بودن و با فقر دست و پنجه نرم میکردن، اما وقتی که تشکیل خانواده دادن و در کنار همدیگر قرار گرفتن، میبینیم که خیلی از مشکلات اقتصادی از اونها رفع شده. ما موارد زیاد و نمونه های زیادی هم در این رابطه داریم که این میتونیم بگیم یکی از معجزات دین مبین اسلام که خداوند متعال به این موضوع میبینیم با تأکید اکید اشاره میکنه که یکون و فقرا، اگر اونها فقیر باشن، مجرده های شما فقیر باشن که اونها رو به ازدواج همدیگر در میاریم، یغنیهم الله من فضله، خداوند متعال اونها رو از فضل خود غنی میکنه، از جایی که شما فکر نمیکنیم و به ذهن شما نمیرسه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در این رابطه اشاره دارن، ثلاثتون علی الله اعونهم، سه گروه است از انسان ها که کمک از اونها بر عهده خداست و خداوند متعال کمک اونها رو بر عهده گرفته ده. که اینا کیان؟ الناکحو یرید العفاف، کسی که قصد ازدواج داره و هدف از ازدواجش اینه که عفت خود رو حفظ بکنه، به فساد کشیده نشه، به انحراف کشیده نشه. این انسان رو خداوند متعال تضمین کرده که هم زمینه ازدواج از رو فراهم بکنه و هم ما بعد از ازدواج از اما ادامه زندگی از تا روزی که اراده پروردگار است که زنده باشه خداوند متعال بر عهده گرفته. اینا امو لب و لباب نکاتی بود که من خدمت شما برز برساندم. اما یک چیز دیگر هم فراموش نکنیم که یکی دیگر از حکمت های ازدواج، من خوبه که بیام اشاره بکنم چون بینندگان عزیز میبینن، اینه که انسان احساس مسئولیت میکنه. همه پسر و همه دختری که تا به دیروز سربار پدر بودن، درست شد؟ نه. پدر نیازهای از اونا رو تأمین میکرد و گاهی از اوقات خبرم نداشتن که پدر بیچاره از کجا میاره و مادر بیچاره چگونه در زندگی داره کار میکنه، درست. اما وقتی که اینا در کنار همدیگر قرار گرفتن، میبینیم که آهسته آهسته احساس مسئولیت میکنن که نه دیگه، حالا ما یک زندگی جدیدی شروع کردیم، درست شد؟ دیگه پدر نیست، دیگه مادر نیست، دیگه مادر نیست که داخل خانه رو بیاجاره بکنه، ظرف رو بشویه، لباس رو بشویه، درست شده نه؟ درست. و دیگه پدر نیست که دیگه برای از بازار امون نیازهای مر تأمین بکنه، خریده با از بازار بکنه. اینجیه که انسان پا در عرصه مسئولیت میگذاره و مسئولیت شناس میشه که این بسیار مهمه. شما در نظر داشته باشین عده‌ای از جوانهای ما که امروز گاهی از اوقات متاسفانه بمون سبب آزار و اذیت مردم میشن، کارهای را انجام میدن که امنیت مردم را برهم میریزن، مردم را با مشکلات و با تشویش ها روبرو میکنن. اکثر از اینها کسانی هستن که اینها ازدواج نکردن، درست. این اگر زمینه ازدواج از اینها فراهم بشه، او دیگه تکچرخ نمیزنه به اصطلاح امروز، درست شده نه؟ او دیگه بیجانشینی نمیکنه، او دیگه داخل کوچه نمیگرده، او دیگه سرش میره داخل لاک خودش میره و متوجه خود و متوجه زندگی خود میشه. درست. ممنون از شما جناب استاد، به موارد بسیار مهمی اشاره کردین و ای که ازدواج تاثیرات مثبت زیادی در زندگی فرد میگذاره. حالا با این همه جناب استاد، از اونجایی که میبینین فقر و بیکاری در جامعه ما زیاد شده و افراد میبینین به خاطر به اصطلاح برآورده کردن اون مصارف ازدواج حتی به خارج از کشور مهاجر میشن و حتی تعدادی از افراد جرأت از این ندارن که به اقدام به ازدواج بکنن، علت از این اینه که مصارف گزاف شده و مصارف مهریه و عروسی و این مسائل خیلی بالا رفته. حالا ما و شما یک از مباحثی که امروز قرار روی صحبت بکنیم راه های آسانسازی ازدواجه. چی راه هایی میتونه وجود داشته باشه که این ازدواج که با این موانع سر راه ازدواج وجود داره، با این موانع بتونیم ازدواج را آسان بکنیم؟ تشکر از شما. ببینیم، ما و شما پیرو یک دینی هستیم که اساس ازی بر آسانی گذاشته شده. دقیقاً اساس دین ما بر آسانی گذاشته شده و در همه میدان ها آسانی بر سختی ترجیح میده و خداوند متعال سریعا در قرآن کریم میفرمایه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند در دین خود برای شما سختی و حرج قرار نداده. یرید الله بكم اليسر، خداوند برای شما اراده آسانی رو داره. دقیقاً. ولا یرید بكم العسر، و خداوند برای شما اراده سختی رو نداره. حتی در باب عبادات ما و شما میبینیم مسئله نماز، مسئله روزه، مسئله حج، یعنی سه عبادتی که در واقع بدنی است. هر وقت دچار مشکل شدی ای مسلمان، نتونی سه نماز استاده بخونی بشی، نمیتونی نشسته بخون، مسافری نماز خود خور ای رقم بخون، قصر بخون، درست شده نه؟
در قسمت روزه به همین ترتیب بریزی روزه خود بخور، مسافر میشی اگر دوچار مشکل شدی روزه خود خور بخور، باز وقتی که مقیم شدی و توانا شدی باز روزه خود خور بگیر. و موارد زیاد دیگر ما در همه عرصه‌ها داریم که خداوند متعال تخفیف قائل شده برای از اینکه انسان به مو هدف خود خو برسه و پیوند از او با خداوند متعال قطع نشه. و جلوتر هم اشاره کردم همونطوری که خداوند متعال دستورات صریحی در رابطه به نماز و روزه و زکات و جهاد چیزا داده، دستور صریح هم در رابطه به امر ازدواج داده و انکحوا الایام منکم سوره مبارکه نور و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع سوره مبارکه نساء اول سوره خداوند متعال به این موضوع اشاره میکنه. امر سریع خدا همینه که شما ازدواج بکنید. و گفتم قوی ترین غریزه هم در وجود انسان ها غریزه شهوته. برای از اینکه ما به این هدف برسیم، بنابراین این رسیدن به این هدف ممکن نیست مگر ای که باید ما موانع را از سر راه ازی برداریم. موانعی که ایجاد شده. بهترین انسان کسیه که این مانع از سر ازی را برداره. بدترین انسان کسیه که مانع سر ازی را خلق بکنه و نگذاره بندگان خدا به این هدف برسن. ما در اسلام یک قاعده داریم که از این قاعده خیلی مسائل علما، فقها و مجتهدین کرام استنباط کردن. ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، هر چیزی که واجبه بدون از او به کمال نرسه، بدون از او به کمال نرسه وجود از او چیست؟ واجب است. بنابراین ازدواج یک امر واجبه، درست شد؟ هر چیزی که ما به طرف ازدواج میبره مهیا کردن از او واجبه که ما چکار بکنیم؟ او رو مهیا بکنه تا ما رو به امر ازدواج برسانه. و هر آن چیزی که مانع رسیدن انسان به این هدف مبارک و مقدس میشه، برداشتن از او از سر راه یک امر مهم و حیاتی است که باید اقدام بشه و این مانع از سر راه برداشته بشه. اگر مانع پیشکش زیاد باشه یا مهریه های گزاف باشه، اگر مانع مصارف انگفت عروسی ها باشه که جوان ها شانه خالی بکنن تفره برن و سن جوان های ما متاسفانه از سن ازدواج به اصطلاح زیادتر بشه، که ما داریم رو در جامعه خود خوب سن بعض از جوان ها متاسفانه بالاتر از چیزی است که باید او ازدواج بکنه، سن دختر ما به همین ترتیب، و یکی از مشکلات همیست خواسته های بی جای پدرها و مادرها، درست شد؟ و معیارهای غلطی که بعضن خود دخترها و پسرها برای خود درست میکنن یا بعضی از خانواده ها برای خود متاسفانه درست میکنن، که این معیارها سبب شده تا اینکه جوان ها کمتر تمایل پیدا بکنن و موانع سر راه جوان های ما قرار بگیره تا اینکه به این هدف نرسن. بنابراین پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در این رابطه میبینیم که اشاره بسیار خوبی دارن، فرمودن که اعظم النساء برکتن ایسرها معونتن. اسلام اصلا آمده که همه کار را آسان بسازه دیگه. شما در رابطه با آسان سازی در ازدواج سوال کرده، آمده تا این که این کار را آسان بسازه. فرمودن با برکت ترین پرخیر ترین زن، یا در حدیث دیگه آمده که اعظم النکاح آمده با برکت ترین نکاح و ازدواج، اون نکاحی که از پیشکش یا مهریه گرفته که آسان بشه تا دیگه مواردی که در پشت از او هست. در اصل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم این میارایی که امروز ما برای خود جرکنیم نبود اینا ایش کدام، و خیلی براحتی بیدیدیم که اقدام صورت میگرفت و خیلی براحتی هم این کار انجام میشد. درست این کار انجام میشد و به این ترتیب آسانگیری در ازدواج واجبی از واجبات دینیه و امر خداوند متعال و پیغمبر صلی الله علیه و سلم. قرآن کریم گفتم میفرمای و انکی حل ایام منکم و صالحین من عبادکم. به همین ترتیب خود از این آیه، خود همین آیه پیرامون آسانسازی ازدواج چند تا نکته داره در دل خود خدا. یکی که افراد مجرد جامعهتان را اعم از مرد و زن، فقیر و غنی، غلام و کنیز را به نکاح بدهید. یعنی هیچ کدام بی نکاح نمونه در جامعه است وقتی که به همو سن خود خو و به همو وقت خود رسید. دستور پروردگار به مسئولین امر برای زمین سازی ازدواج مجرده های درست، یعنی بیمانا که مسئولین وقتی به مسئولین که گفتم از پدر و مادرها شروع میشد تا بالاخره و هر کسی که در همی کار دخیل است، این دستور رو خداوند متعال میده تا که به هر ترتیبی که شده زمینه ازدواج فراهم بکنن و آسان بسازن تا که جوانها و مجردها دست پیدا بکنن به این هدف.
در جامعه اسلامی هیچ کس حتی برده ها هم نباید مجرد بمانند. جامعه اسلامی همین رقمه، تعریف جامعه اسلامی انمیتو جامعه است که حتی غلام ها و کنیز ها که در او جامعه زندگی میکنند، گفتم محروم ترین قشر بودن که برد الحمدلله اون ندانیم، ولی خب باز نمونه های دیگر ما داریم. طبقه کارگر را داریم، طبقه به اصطلاح محروم جامعه خود خود داریم، طبقه فقیر را داریم که در واقع اینا هم میتونه بگیم که جایگزین از اونها هست و باید که زمینه ازدواج از اینها فراهم بشه. و به همین ترتیب احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم تأکید بر آسانسازی ازدواج دارن. پیامبر فرمودن اعظم النساء برکتن ایسرها یا ایسرهن مئونتن، با برکت ترین زنها او زنیه که مصارف از او کم باشه، یا با برکت ترین نکاح او نکاحی است که مصارف از او کم باشه. و در جای دیگه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن اذا جاءکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه، هرگاه کسی به خواستگاری دختر شما آمد که شما از دو چیز از او راضی بودین، یکی اخلاق و دیگه دیانت. این دو چیز هم خیلی مهمه. گاهی از اوقات نفر دیانت داره اخلاق نداره، درست، و گاهی از اوقات نفر اخلاق داره دیانت نداره. این دو چیز رو پیامبر علیه السلام میفرما که اگر نفر داشت شما دیگه کوتاهی نکنه. بله، و به نکاح بدهید دخترتان را فزوجوه الا تفعلوا، اگر شما این کار را نکردین، یعنی این دو معیار پیش شما کمرنگ بود، معیارهای دیگر برای خود جور کرده بودین، درست. معیار پول و ثروت و نمیفهمم تحصیل و فلان و فلان و فلان و از اینها فراموش کردین و اینها به پیش شما اینقدر اهمیت ندش، تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، درست، شما زمینه فساد بزرگ و کبیر رو در روی زمین فراهم کردین. درست. فساد چیست دیگه؟ فساد خوب همی که رفتن به طرف خدمت شما برز برسانم فحشا و منکر، اشباه کردن غریزه جنسی از راه های نامشروع، این خودش یک فساد بسیار خطرناکی است که در خدای نکرده میتونه نتایج و تبعات بسیار بدی از خود بر جای بگذاره. ممنون از شما جناب استاد. ادامه موارد که اینجا لست شده میگذاریم با شما بعد از یک وقفه صحبت میکنیم. حالا همکاران ما اشاره میکنن که بعد یک وقفه بگیریم. و تشکر و سپاس از شما بینندگان عزیز که تا این قسمت از برنامه ما را همراهی کردین. ادامه برنامه آیین زندگی بعد از یک وقفه کوتاه بیننده باشید. بینندگان عزیز، مجدداً به ادامه برنامه آیین زندگی خوش آمدین. جناب استاد همچنان با ما حضور دارند و میپردازیم به ادامه موضوع برنامه با جناب استاد. خب جناب استاد، دوباره برگشتیم، میپردازیم به ادامه مواردی که پیرامون آسانسازی ازدواج هست. حالا در قسمت افراد اگر بیایم جناب استاد، در قسمت خانواده ها، در قسمت افرادی که در مسیر ازدواج نقش دارند، این افراد چه نقشی میتونن در قسمت آسانسازی ازدواج بازی بکنند؟ تشکر از شما. بله، نمیتونه که جلوترم یک اشاره داشتم، خداوند متعال با صیغه امر و به طور عموم این دستور میده و انکیحوا الایاما، شما به نکاح در آورید مجردهایتان را. خب کلمه انکیحوا یک امر عمومی است برای همه کسانی که در جامعه اسلامی به نحوی نقش دارند در قسمت ازدواج دخترها و پسرها و همچنان فراهم کردن زمینه های ازدواج از اونها و آسانسازی راه های ازدواج از اونها. در قدم اول علما و اندیشمندان جامعه نقش بسیار بارز و مهم میتونن که داشته باشن، از طریق کنفرانس ها، از طریق خطبه ها، از طریق مواعظ و درس های یومیه که در مساجد خود دارن باید که روشنگری بکنن و مردم را متوجه ای امر خطیر و ای امر مهم بسازن. در قدم دوم ارگان های دولتی و مسئولین زیربط، درست، که اونها هم نیز به نوبه خود در این قسمت مسئولیت دارن و مسئولیت خود را باید ادا بکنن. چنانچه ما در عصر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم داریم، در عصر خلفای راشدین داریم، ببینیم که هر یک از بزرگوارا به این موضوع توجه کردن و یکی از خصوصیات یک دولت اسلامی و جامعه اسلامی هم همینه که باید به این موضوع توجه بشه. نکته دیگه اینه که وضع مقررات برای جلوگیری از مصارف بالا در ازدواج ها خیلی خوبه که اگر ما انشالله در آینده دولت اسلامی ما در این قسمت توجه داشته باشن که یک مقررات رو وضع بکنن تا
جلو خیلی از این مصارف ناهنجاری که هست و مصارف گزافه که در واقع جوانهای ما خسته کرده و جوانهای ما دل زده کرده از ازدواج. انشاءالله که امیدوارم در آینده چون این مقررات وضع بشه تا یک جلوگیری بشه از مصارف بالا در ازدواج ها. و دیگه نقش افراد متنفذ فرهنگی و اجتماعی در جامعه، یعنی در کنار علما و دانشمندان و مسئولین دولتی، باز افراد متنفذ یک ما در جامعه خود داریم و در عرصه های فرهنگی و اجتماعی اونها فعالن و میتونن نقش بارزی داشته باشن با برنامه های خود خوب، با صحبت های خود خوب، با رهنمایی های خود خوب. اینها نیز این مسئولیت رو دارن که در این راستا قدمی بردارن تا ای که ما انشاءالله بریم به اون طرف هدف مبارکی که پیش روی ما و شما هسته. نقش رسانه ها و مطبوعات یعنی بسیار بسیار مهم و حیاتی خوانده شده. با تدویر میزگرد ها، سخنرانی، پخش سخنرانی های علما، تدویر برنامه های دینی و اجتماعی جهت آگاهی دهی از مردم. درست. امروز نقش رسانه از دید هیچ کس پوشیده نیست و رسانه در دنیا اگر مبالغه نکنم حرف اوله میزنه، گرچه میتونیم بگیم که مقام دوم و سوم و از لحاظ تاثیرگذاری داره، ولی امروز نقش حیاتی رسانه از دید هیچ کس پوشیده نیست. ده. و چه خوبه که رسانه ها رسالت خود در این راستا ادا بکنن، برنامه های مختلف میتونن بگیرن، میتونن تولید بکنن حتی در این قسمت برای آگاهی دهی جامعه تا ای که انشالله ما بتونیم به او اهداف مبارکی که داریم دست پیدا بکنیم. و به این ترتیب نقش ثروتمندان که نقش بسیار بسیار بارز و پررنگ می باشه. ما الحمدلله در امی سالهای اخیر شاهد برنامه های دست جمعی عروسی ها در ولایات مختلف خصوص در ولایت خود خود در هرات هستیم. درست. که این بسیار تأثیر داشته، بسیار کار مبارک و کار بسیار نیکیه که تجار ما پیش قدم میشن و پول خود خور یا زکات خود خور در این را به مصرف میرسونن. درست. یعنی بهترین کار در نزد خداوند متعال محسوب میشه و یک فرهنگ خوبی دارن الحمدلله نهادی نمیکنن. و امیدوارم که انشاءالله در آینده این فرهنگ بیشتر نهادی نبشه، بیشتر پررنگ بشه و در کنار یک دو تا مورد یا چند تا از تجار ما که اقدام به این کار کردن، انشاءالله امیدوارم که تجار دیگر ما بیان در این راستا سهم بگیرن و رسالت خود خور ادا بکنن و اون نعمتی که خداوند متعال به نام ثروت و سرمایه در اختیار از اونا قرار داده، شکر از اون نعمت خود خور با انجام چنین برنامه های نیک و مبارک اجتماعی انشاءالله که ادا بکنن تا ای که بتونن همو رسالت خود خور در این راستا ادا کرده باشن. و به این ترتیب نقش خانواده ها بسیار مهم و مؤثره. من فکر کنم که از بین همه از اینا نقش خانواده از همگی مهمتر و مؤثرتر می باشه. اگر خانواده های ما در این قسمت بسیار توجه بکنن و دقت بکنن، چرا؟ چون در قدم اول خودشان دخیله. حالا ما چیزایی که من جلوتر گفتم خب اینا به طور عموم دیگه درست شد، عموم مردمه، اما وقتی بحث خانواده مطرح میشه خب در رأس خانواده پدر و مادر قرار داره، بنابراین باید دلشان به اولادشان بسوزه. حالا اگر مثلا خانواده دختر فشار میاره بر سر امو بچه، فشار میاره، خب این ضرر از این به کیست؟ ضرر برای خود دختر است، ضرر از این برای آینده بالاخره خانواده از اونا میباشه. بنابراین خانواده ها میتونن نقش بسیار مهم و حیاتی رو در این راستا داشته باشن و برای اولاد خود دل بسوزانن. نشه که خدای نکرده اولاد خود رو فدای خواسته ها، سلیقه ها و هوا و هوس خود بکنن. من به فلان جا خوردم، به فلان جا رفتم، فلان جا پوشیدم، فلان جا دیدم، فلان جا فلانی ای رقم بود. قرار نیه که ما به اساس رقابت زندگی بکنیم. این رقابت ها کار را از پیش نمیبرن. این رقابت ها جزئی که مشکلات بر خود ما، بر خانواده ما، بر اولاد ما خلق بکنه، روابط از اینا پرتنش بکنه. من اگر انشالله برای هفته های آینده خداوند متعال ما فرصت داد در جلسات بعدی یک موضوع در رابطه به خشونت های خانوادگی انشالله روی بس میکنیم. یکی از عوامل خشونت های خانوادگی همین مسائله که در ابتدای زندگی متاسفانه فشارهای دو طرف به همدیگر آوردن که این فشارها بعد از یک دو ماه یا چند ماه به اصطلاح مدت کوتاهی میبینیم که
روابط از اینا سرد میشه، آهسته آهسته به طرف خوشونت کشیده میشه، به کارهای کلانتر از او و به خانه های بالا بالا کشانده میشه که بعد از او باز یاتش بندازه کلان میشه که خاموش کردن از او بسیار مشکله. پس خانواده ها نقش بسیار بسیار مهمی میتونن که در این رابطه ایفا بکنن. که امیدوارم انشالله همین موارد که ما گفتم افراد و جهت ها مسئولیت خود را در این قسمت ادا بکنن. ممنون از شما جناب استاد. یک سوالی که پیش می آید ای که با وجودی که خانواده ها شرایط جامعه رو می بینند و می بینند که مصارف گزاف به عنوان یک عامل بسیار مهم سد راه ازدواج، همچنان شاید شاهد از این قضیه بوده باشند که این مصارف گزاف ضرر در طولانی مدت متوجه هر دو خانواده می کنه و همچنان اون قسمی که شما اشاره کردین خشونت های خانوادگی رو به میان میاره. با وجود فهمیدن این هم موارد، پس چرا خانواده ها و مخصوصا پدر و مادر روی میارن و این مصارف گزاف و تلاش میکنن که مهریه بلندتری بگیرند یا مصارف عروسی رو بالاتر بگیرند؟ تشکر از شما. متاسفانه یک مشکلی که هسته اینه که ما عاقبت اندیش نیستیم. درست. یکی از مشکل از چالش ها همینه، ما عاقبت کار رو نمی اندیشیم. امروز خود رو نگاه میکنیم اما عاقبت رو نگاه نمیکنیم که چی میشه. درست. بر ترتیب شده بعد این مبلغی که مهریه که ما گفتم باید بده. درست شد. نوع محافل که من میخواهم باید بگیره. درست. به هر ترتیبی که شده چرا باید بگیره؟ به خاطر از اینکه من به فلان مجلس رفتم خوردم و در اونجی با اون مردم دیدم، با اون مردم نشست و برخاست داشتم، در شأن من نیست، این کسر شأن برای من محسوب میشه، من در موقعیت اجتماعی خود خود از دست میدم. درست. اما غافل از این که این فشارها میتونه باز آثار و تبعات بسیار بدی در آینده داشته باشه. ده. موفق کیست؟ موفق کسیه که آینده نگر باشه. یک اصطلاح به اصطلاح عامیانه و شما داریم که میگن هر کس پیش پا خور سعی بکنه زود به زمین میخوره. ده. اما هر کس جلوتر از پا خور نگاه بکنه و دورتر رو نگاه بکنه، او انسان موفقیه، به هدف خود خواهم میرسه و صحیح و سالم هم به هدف میرسه. ده. حالا ماهایی که جلو پا خور نگاه میکنه شاید به هدف برسیم، اما امکان داره تا رسیدن به هدف با خیلی از موانع و مشکلات عدیده به اصطلاح روبرو بشیم. پس ما فکر میکنم در امینه که ما آینده نگر نیستیم، عاقبت کار رو نمی اندیشیم و به این اساسه که میبینیم مشکلات عدیده بعدن همو دختر و پسر ما با او روبرو میشه. ممنون از شما جناب استاد. حالا یک موردی که پیش میاد جناب استاد که گفتین مصارف گزاف و مهریه بلند باعث از این میشه که اکثر جوان ها جرأت نکنند به ازدواج روی بیارند. خب حالا در مورد عاقبت هم گفتیم که افراد عاقبت اندیش نیستند و چند سال آینده رو نگاه نمی کنند و به گفته شما پیش پای خود نگاه می کنند. حالا چه اثرات منفی میتونه داشته باشه وقتی طرف با خاطر مصارف بالا و خاطر مهریه بلند ازدواج نمی کنه و جرأت ازدواج کردن نداره، چه اثرات منفی میتونه این فرد در جامعه داشته باشه؟ تشکر. اثرات منفی از او یکی اینه که بالا رفتن سن ازدواجه. درست. بالا رفتن سن ازدواج این یکی از انمو خواسته های بی جایی که متاسفانه والدین از اولاد خود خو دارن، که گاهن میبینیم سن دختر ما به 30 میرسه، سن دختر ما از 30 بالا، از 30 هم بالاتر از پسر ما، به همین ترتیب. دیگه از جمله تبعات آثار از او مرگ عزیزان است. درست. ما در همین سالهای اخیر شاهد از دست دادن بهترین جوانهای خود خو در چه در داخل کشور و چه در بیرون از کشور بوده. درست. و بسا از یعنی بسیاری از جوانهای که جسد از اونها متاسفانه از کشورهای دیگه برای ما آوردن، وقتی رفتیم بررسی کردیم علتش چی بوده؟ بیچاره نامزددار بوده، نامزد شده بوده و مصارف هنگفت بر روی شانه‌های از او گذاشته بودن که جز از راه مهاجرت و کار و کارگری و هم کارهای شاقه از دیگه طریقی نمیتونسته به دست بیاره و متاسفانه رفته اونجی و بالاخره دیدیم که با چی مشکلاتی روبرو شده. به این ترتیب اینها میتونه که از همو آثار ویرانگر مصارف هنگفت و گزاف در عروسی ها و بالاخره در ازدواج ها باشه. درست. ممنون از شما جناب استاد. همکاران ما اشاره میکنن که وقت برنامه پایان رسیده، انشاءالله که حرفای شما برای بینندگان عزیز مفید واقع شده باشه و
مصارف و مهریه و این مسائل با توجه به شرایط افراد تعیین بکنن تا اینکه راه ازدواج ساده بشه و اثرات منفی که شما گفتین در جامعه میگذاره اگر ما شاهد او اثرات نباشیم. و ممنون از شما که در برنامه حضور یافتید. سلامت باشین. تشکر از شما و ممنون و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا پایان برنامه ما را همراهی کردین. دوستان گرامی، شما می توانید پرسش های شرعی خود را از طریق راه های ارتباطی برنامه که در جریان برنامه زیرنویس صفحات تلویزیون شما شد با ما بفرستین و ما در جریان برنامه انشاءالله به پرسش های شما پاسخ میدیم. تا برنامه بعدی آیین زندگی، خداوند یار و نگهدارتون.